درود به همه دوستان، میخواستم در این قسمت 10 روش که میتونه در یادگیری یک زبان جدید کمک کنه رو براتون معرفی کنم. امیدوارم مثمر ثمر واقع بشه. شماره 1، بیشتر در پی یادگیری عبارات باشید نه تگ لغت ها، چون با یادگیری عبارات دستور زبان رو نیز در ذهن خود ملکه خواهید کرد. شماره 2، در روز چندین ساعت از وقت خودتون رو به گوش کردن به زبان مورد نظرتون بذارید، مثلا رادیو، و سعی کنید دیدن یک فیلم رو هم در برنامه داشته باشید. شماره 3، خوندن کتاب‌های کودکان به زبان مورد نظرتون رو فراموش نکنید. کتاب‌های کودکان و نوجوانان رو تهیه کنید و هر روز به مطالعه آنها بپردازید. شماره 4، از سخن گفتن به اون زبان ترس و خجالت به خود راه ندید. خیلی راحت صحبت کنید و اگر در محیط هستید حرف بزنید. حتی اگر اشتباه صحبت کنید مطمئن باشید بعد از مدتی راحت و صحیح صحبت خواهید کرد. شماره 5، تلویزیون یادتون نره. سعی کنید یک بیننده پروپا قرص برنامه‌های کودکان تلویزیون باشید. شماره 6، با خود عهد ببندید علاوه بر یادگیری عبارات روزی 3 تا 5 لغت جدید رو هم حفظ کنید. شماره 7، سعی کنید نوت‌های تلویزیونی و رادیویی رئیس جمهورها و صدر اعظم‌هایی مثل اوباما و یا آنگلا مرکل که شمرده و صحیح صحبت می‌کنند رو گوش کنید. شماره 8، هر زبان از تعدادی لغات اصلی تشکیل شده که شیرازه اون زبان رو تشکیل میده. سعی کنید در اولین قدم این لغات رو به خاطر بسپارید. مثلا در زبان انگلیسی 300 کلمه اصلی وجود داره که در 65% نوشته‌ها به کار میره. برای به دست آوردن این کلمات اصلی در هر زبانی که میخواهید میتونید در گوگل سرچ کنید. شماره 9، اگر در کشورهای خارجی هستید که هیچ، ولی اگر در ایران و یا افغانستان هستید و توان مالی هم دارید، سعی کنید برای چند ماه به کشورهای دیگه برید و با مردم کوچه و بازار هم صحبت بشید. و شماره 10، این مورد مربوط به دوستانیه که در خارج از کشور هستن. سعی کنید مثلا اگر در آلمان هستید با آلمانیا دوست و هم صحبت بشید، چون معاشرت با همزبانان خودتون نه تنها در یادگیری زبان جدید کمکی نمی کنه، بلکه باعث میشه اون چیزایی رو هم که یاد گرفتید فراموش کنید. این 10 روش رایج یاد گرفتن سریع‌تر زبانهای خارجی بود، ولی اگر روش‌های دیگر هم سراغ دارید کامنت بدید که دوستانی که احتیاج دارن بهتر بتونن استفاده ببرند. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد، جالب بود، حتما کامنت بدین، لایک کنین، سابسکرایب کنین. اگر هم درخواستی برای ویدیوهای آینده دارین برامون کامنت بذارین و ما سعی می‌کنیم براتون درست کنیم.